درود بر هممیهنان عزیز، امیدوارم که بله مهمانان عزیز من تشریف آوردن. برنامه رو شروع میکنیم به برنامه گفتمان مدارا و همراهی. این برنامه برای نزدیک کردن نیروهای سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی است و تکیه بر نکات اشتراک اونها. قبل از اون صلاح میبینم که یک اشاره به روز 8 مارس، روز زن بکنم. در این مورد بسیار شنیدید، در رسانه ها خیلی بهش اشاره شده. روز 8 مارس یک حرکتی بود که در امریکا انجام شد توسط سوسیالیست های امریکا. بله، امریکا هم سوسیالیست داشته زمانی و همچنان در آلمان و در روسیه پی گرفته شد یا شوروی اون زمان و موند به خاطر یک سری مبارزاتی که زنان کارگر در کارخانه در امریکا داشتند. اون زمان پایش از اونجا شروع شد. اما صحبتی که من میخوام بکنم در مورد زن ایرانی است. زن ایرانی 8 مارسش روز 17 دی 1314 هست، روزی که رضا شاه بزرگ طی جشن فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای عالی رسما روی کشف حجاب تاکید کرد، به تایید مجلس شورای ملی هم رسونده بود اینو. و قضیه کاری که رضا شاه کرد انجام داد، اهمیت این کار علی‌رغم اینکه گفتن زور به کار برد و دموکراتیک نبود و این صحبت ها، رضا شاه و اون دوران دورانی نبود و رضا شاه هم آدمی نبود که دموکرات باشه که بخواد کار رو پیش. اصلا آوردنش برای دست زورش، به خاطر اینکه پس از انقلاب مشروطه به خاطر اون دموکراسی که برقرار شده بود و مردم طرز استفادهش رو بلد نبودند، اوضاع به کلی به هم ریخته بود و هیچ چیزی سر جاش نبود، قانونی در کار نبود، کسی قانونی تصویب شده بود ولی اجرا نمیشد. یه دست زور میخواست این ملت رو از خواب هزاران ساله بیدار کردن و یک دفعه انداختنشون توی یک محیط مدرن و پیشرفتایی که پدران مشروطه در انتظار داشتن با یک قانون نمیشه انجام داد. همه قوانین اساسی کشورهای جهان یکی از یکی مدرن تر هستند، ولی بسیاری هم اصلا در همین قوانین اساسی که دیکتاتوری اعمال میکنن پدر مردمشون هم در میرن. باری اگر دموکراسی در اروپا پا گرفت، در امریکا پا گرفت، اینا 300 سال 400 سال سابقه تغییر داشتند، رنسانس داشتند، ما نداشتیم این رو. ما از خواب هزاران ساله یک دفعه اومدن پدران مشروطه که خودشون هم زیاد چیزی سر در نمی آوردن، با یک اقتباسی که از قانون اساسی بلژیک کردن، گفتن مثل کامپیوتر، انگار ایران یه دستگاه کامپیوتریه، شما پروگرام مشروطه خواهی و مدرنیته رو بریزید تو یه دکمه بزنید عمل میکنه. در مورد جامعه اینجوری نیست. در جامعه دو ضرب در دو همیشه چهار نمیشه، تو کامپیوتر میشه. در جامعه انسانی همچین چیزی وجود نداره. دو در دو یه وقت میشه 8، یه وقت میشه 12، یه وقت میشه 1. شما نمیدونید چی پیش میاد. انقلابات یکی از دلایلش همینه، چون نمیتونید برنامه ریزی بکنید و مطمئن باشید که اون برنامه‌تون پیش میره. باری رضا شاه آمد و بنابر آنچه که صلاح میدید، خواست زنها رو بیاره وارد اجتماع بکنه. او اولین شوکی که به او وارد شد سال 1308 بود که اولین زن مسلمان بی حجاب، همسر یک پادشاه، وارد ایران شد. فکر کنید کی بودین؟ اسمش بود ثریا، ملکه ثریا طرزی، همسر امان الله پادشاه افغانستان. او بدون حجاب به ایران آمد و به اروپا سفر کرد. کلی ملاهای افغانستان سرشون در اومد و خیلی واسه در سر پادشاه شد، ولی که پیشگام بود این پادشاه، نواندیش بود پادشاه افغانستان. سفر رضا شاه 12 خرداد 1313 به ترکیه
در اونجا آتاتورک از این روش زور استفاده نکرد، مردم رو تشویق میکرد، ولی که تفاوتش این بود کل جامعه عثمانی و اون دوران از زمان عثمان ها اینها در ارتباط بودن با اروپا و دانشجویانشون رفته بودن اومده بودن و خیلی کشور پیشرفته‌ای بوده در مقابل ایران، مثل یه دهکوره بود اون زمان در مقابل همین تهران خود ما، اصلا با استانبول قابل مقایسه نبوده. اونا پیشرفت کرده بودن به خاطر این تماسی که با اروپایی‌ها داشتن در جنگ جهانی اول. خود این کشور عثمانی هواپیما می‌ساخت، حتی عقربه های گیج های هواپیماشون هم خودشون می‌ساختن، اینقدر این کشور پیشرفته بود وسیع. اینا آمادگیشو داشتن و آتاتورک علی‌رغم اینکه او هم اقتدارگرایی رو اعمال می‌کرد، ولی که نیازی نبود مانند رضا شاه ناچار بود یک دومدی رو نیشتر بزنه، باز بکنه، چرکش رو بکشه بیرون. شما از پزشکی که میاد بهتون کمک میکنه این نیشتر رو باز میکنه، چرا نباید نفرت داشته باشید که چرا نیشترش درد آورد؟ ما باید این درد رو میکشیدیم. الان خدمتتون عرض میکنم چرا باید میکشه و چرا خوب بود. زمانی که ببینید قتل های ناموسی چقدر در ایران رخ میده، به خصوص زمان شما، من یادمه خیلی چاقو کشی میشد. برادرها پدرها دنبال دختراشون میرفتن مدرسه و بر میگشتن نکه وقت دوست پسر پیدا بکنه. زن دختر اینها ناموس مردان خانواده بودن. امروز تعریف ناموس عوض شده، کسی نمیگه ناموس به علت اینکه برعکسش نبود، مثلا زنه بگه این برادر من، این پدر من، ناموس منه، همچنین چیزی نداشتیم. این مرد بود، یک هژمونی مرد نسبت به زن بود، از همینجا زن میرفت زیر سلطه مرد. این بود که مردمان مدرن امروز به ناموس به اون گونه نگاه نمی کنند، بلکه به حق نگاه می کنند. حق زنان چیست؟ زن ناموس کسی به اون معنی نیست، ولی از احترام زن باید همه دفاع بکنن، از احترام مرد هم همه باید دفاع بکنن. باری وقتی رضا شاه متوجه میشه که اگر بخواد این مردم رو بکشه از زیر این واپسماندگی بیرون، اولین کاری که باید بکنه این است که ظاهر این مردم تغییر بکنه. شما تا ظاهرتون تغییر نکنه نمیتونید باطنتونم تغییر بدید، چون این روزه تو آینه نگاه میکنی با اون کلاه لوری یا چه میدونم دستاری که رو سرشون بود زمان قاجارها تا رسید به رضا شاه و حتی دوران رضا شاه، با لباسهای هر کسی از شهر خودش رو، گل و گشاد و ایلی و فلان و اینا، تو شهرها مردم اینجوری پرسه میزدن و مدل موی احمدی نژادی اون موقع میدیدن بهش میگفتن جوجه فکولی، متلک مینداختن بهش. مردم باید موهاشون بلند می بود وسط سرشون. ببینید بیرون کشیدن انسان از عادتهاش کار بسیار بسیار سختیه، کار راحتی نیست. من اومدم یه وقتی اومدم سوئد، هنوز یک 20 سالی بود فکر میکنم 15 سالی بود در سوئد، در مهد اروپا داشتم زندگی میکردم. میخوام بهتون بگم که به اصطلاح خودم رو هم انسان مدرن نمیدونم و اون موقع میدونستم. یک مرد نمکی در ایران پیدا شد در غاری، در معدن نمک، در یک تونلی در همدان، فکر میکنم خاطرشون باشه دوستان. به گوش این مرد نمکی حلقه طلایی آویزون بود. من اینجا توی این اروپا اینجوری فکر میکردم این مرد چجوری به خودش جرأت داده، مگه زنه که بعدش گوشواره آویزون کرده؟ ببینید امروز باز 15 سالی از اون گذشته تا من به اینجا برسم که عیب نبینم این رو، حق انتخابش بدونم و خیلی چیزای دیگه. سخته الان، خیلی از ما میگیم که خب ما به اونهایی که دیگر جنسی ها، تراجنسی ها و به اینها به حقوقشون احترام میگذاریم، بسیار خوب، ولی آیا حاضری باش رفت آمد خانوادگی داشته باشی؟ اینه که یه چیزایی باید در انسان ها نهادینه بشه و این نیاز به دهه ها وقت هست. اگر شما نمیایید رفت آمد داشته باشید با این آدم ها، ولی فکر میکنم که فرزندان ما جوری دیگه ای فکر بکنن، آنچنان که ما
مانند پدرانمون فکر نمی کردیم و نمی کنیم و تغییر کردیم. ولی این نیاز به زمان داره. حالا رضا شاه اون موقع رسیده به این جامعه ای که از اون موقع در اومده. و باز اینجا رو باز یه پرانتز دیگه ای باز بکنم، وقتی امریکا حمله کرد به افغانستان، طالبان رو پس زد، از این کشور بیرون کرد، خب مردم تو افغانستان، شما کابل رو عکس های قبل از انقلاب ایران رو نگاه بکنید، 1970 دهه 70 1970 اون دهه، مجلسشو ببینید، دانشگاهاشو ببینید، پر از خانمای مدل مثل خانمای تهران میگشتن، در این حال خانمایی هم بودن که چادری بودن و اینها، ولی این تهران بودن، این شهرستانای ایران بودن. و این زنا رو این طالبان در طی مدتی که قدرت در دستشون بود در افغانستان کرده بودن زیر برقه. اون زنی که قبلا بی حجاب میگشته، همه عمرش جوونیشو بی حجاب میگشته، چند سالی رفته حالا زیر برقه، مگه میتونست بیاد بیرون؟ احساس لختی میکرد. و برای اینکه این زنها رو بتونن از زیر برقه بیارن بیرون، براشون یه جشنی برقرار میکردن، مثل چجوری پستونه که میخوای از بچه بگیری براش یه جشنی برقرار میکنن، یا توی الان رسم این چیزا رو، چرا؟ چون عادت هست، ترک عادت خیلی سخته، ترک اون برقه برای این زن خیلی سخت بود. و من توی یه مستند میدیدم که از اینا فیلم میگرفتن که این واقعه رو پس میزد توی جامعه و صورتش معلوم بوده حجابی داشت. تا این حد سخته. حالا شما بخواید مردمی رو که دقیقا مثل مردم امروز توی عقب افتاده ترین روستاهای افغانستان رو که نگاه بکنید، مردم ایران اونجوری میگشتن، یک کشور بودیم با افغانستان، با آداب و رسوم شبیه همدیگه. کاری که رضا شاه میکنه، میاد دست زور به کار میبره. من تو برنامه قبلی گفتم، ولی چون ضبط نشد اینجوری بار دیگه تکرار میکنم، که مادر بزرگ من خیلی لعن و نفرین میکرد رضا شاه رو، به خاطر اون چند سالی که منع حجاب بود. کشف حجاب درست نیست، چون کشف حجاب کسی که خودش مثل قرت العین، قرت العین، قرف فکر کنه معنی سیاه باشه تو زبان آذری، نمیدونم دقیق، اون کشف حجاب کرده بود، یعنی خودش برداشته، بقیه رو منع حجاب کرده بودن و به زور. و مادر بزرگ من خیلی نادر نفرین میکرد که این، آره خب فکر میکرد که میره جهنم لابد، بیچادر گشته. ولی خب امروز اگر برحال مادر من هم همون روش مادر خودش رو داشت، ولی خیلی بازتر، خیلی آزادتر، و خواهران من تونستن بیچادر برن به دبیرستان و دبستان، و اینو مدیون رضا شاه هستیم. این خانم کمونیستی که امروز میاد با پهلوی و با دستاوردهای اون مخالفت میکنه، این زبونو میدونین از کجا آورده؟ از همون چادری که رضا شاه سر مادر بزرگش کشید، نیشتری بود که رضا شاه وارد کرد و این دمل چرکی رو باز کرد. مادر بزرگ من این بدبیره ها رو گفت و رفت، ولی خواهران من آزاد شدن. و شما خانم کمونیست عزیز ناراحت هستی، یک کار رضا شاه میتونی جبران کنی، لچک تو برو بکش سرت، ولی به اون راد مرد بزرگ ایراد نگی. و این کاری بود که رضا شاه کرد. بنابراین ما اگر بخوایم روز آزادی زن، روز مدرن شدن زن، اون روزی رو باید بگیریم که این نیشتری آمد این دومل چرکی رو از بدن ایران کند، انداخت بیرون. تفاوت کار آتاتورک با رضا شاه در چی بود؟ آتاتورک اون زور رو به کار نبرد. کشورش قوانین لائیک داشت. در کشور ما قوانین اسلامی بود، در همون نظام مشروطه پادشاهی دوران پهلوی پادشاه قسم خورده بود که حافظ مذهب حقه شیعه اثناعشری باشه. قسم خورده بود. بنابراین اگر خودشو همسرش چادر سرش میکرد میرفت زیارت امام رضا، کار نابجایی نکرده بود مطابق وظیفه‌ای که قانون اساسی و باید نشون میدادی همچین چیزی، خودش هم انتقاداتی داشت. ولی که در عمل ما دیدیم چقدر برای آزادی زنان تلاش کرد، زودتر از زنان سوئیس، زنان ایران حق رأی بهشون تحمیل شد. اینها این آزادی رو به زن ایرانی تحمیل کردند. زن ایرانی مبارزه‌ای نکرد. این خانمای چپ، شماها هیچ مبارزه‌ای برای به دست آوردن آزادی هاتون در زمان پهلوی ها نکردین.
پهلوی ها شما ها رو هل دادن، مادرانتون رو هل دادن به طرف مدرنیته و شما مدرن شدید. مدرن یعنی بیهجابی. البته زنی که زیر چادر و این صحبت ها هست، او عقیده اسلامی داره، عقیده داره به سنگسار، حتی اگر بگی ندارم ولی در دینش نوشته شده یه همچین چیزی به قطع دست. این روسری یک نشانه، وقتی شما میذاری مثل این نشان اس اس، نشان صلیب شکسته نازیسم، یه معنایی پشتش نهفته هست. اینجوری نیست که من فقط میخوام مردان نبینن نه که تحریک بشن، نه، یه پیامی در خودش داره و رضا شاه این پیام رو گرفت و نگذاشت یه نماد زن ایرانی اون روسری اون حجاب باشه، بلکه زن ایرانی رو آزاد کرد از اون و آوردش بیرون. اون روز زن 8 مارس زن ایرانی 17 دی 1314 هست، از اون روز شروع شد. بنابراین من فکر میکنم حق این هست که زن ایرانی 17 دی رو روز زن بدونه، نه 8 مارس که ربطی به اون نداره. علیرغم این که 8 مارس هم اهداف مترقی داشت و مؤثر واقع شد در بسیاری از به دست آوردن حقوق زنان، ولی در ایران حق این است که ما روز 17 دی رو، به نظر من، نظر شخصی من، روز منع حجاب رو روز زن بدونیم و تبریک بگیم. حقشون هست. اون پزشک رو باید گرامی داشت. و گفتم آتاتورک این زور رضا شاه رو به کار نبرد. در نتیجه کار چی شده؟ نتیجه کار این است که شما در ایران امروز، در میان ایرانیان خارج از کشور، چقدر اعتقاد به این مسلمونی که آخوند میخواد به مردم تحمیل بکنه میبینید. مردم یه دینی دارن برای خودشون، یه نوع مسلمانیشون و نوع اعتقادشون به ادیان دیگه مال خودشونه، همون گونه ای ادامه پیدا کرده که زمان شاه مردم اعتقاد داشته. طرف شاید روز میرفت سینه‌شو میزد، شب عرقشو میخورد. زیاد دیدیم. فرهنگ مخصوص خودش رو داره. امروز کشور آتاتورک با اون سابقه لاییکش، با اون با دست خودشون مردم رفتن به یک قوانین اسلامی رأی دادن. اون کشوری که من 30 سال پیش رفته بودم تو به ندرت زن روسری به سر می دیدم، امروز برید ببینید چه خبره. این کشور اسلامی شده. این کشور مردمش به شدت متعصبن، تعصب اسلامی دارن، تعصب مذهبی دارن. نخست وزیرش این آقای اردوغان، خانمش رو ببینید روسری سرشه. چرا؟ چون آتاتورک کار رضا شاه رو نکرد، ریشه ای نرفت دنبال این قضیه. و عامل دیگرش به نظر من عامل فرهنگی و مدارایی که ایرانی ها دارن. ایرانی ها خیلی راحت تغییر میکنن به سمت اون چیزایی که براشون خوب هست و فکر میکنن برای یک انسان مناسبه. برای همین ما ایرانی ها آمدیم به سوئد. اولش گفتم من حتی به حلقه گوش اون مرد نمکی هم ایراد میگرفتم. امروز همچنان حلقه به گوش ندارم، ولی میتونم بگم برای اولین بار من مو بلند کردم توی این 25 سال عمرم. عرض که این کاری که رضا شاه کرد باعث شد که با سریال هایی که در زمان شاه نشون دادن توی تلویزیون، ما پرورده این اون نسل هستیم، نسل محمد رضا شاه. اگر مدرن فکر میکنیم، نرفتیم بخونیم تو مدرسه در مورد مدرنیته، اینو حس کردیم. مثل سوئدی و اروپایی که در مورد دموکراسی شاید چیز زیادی نخونده باشه، ولی اینو حس کرده، توش زندگی کرده. یک ایرانی در ایران میدونه نظام اسلامی یعنی چی، ولی سال 56 کسی نمیدونست نظام اسلامی یعنی چی، چون توی زندگی نکرده بود. این است که اون کاری که پهلوی ها کردن برای ایران به این دلیل ماندگار ماند در نسل، در نسل ما ایرانیان، و میره که ادامه پیدا بکنه و ما میتونیم وفق بدیم خودمون رو با دنیای مدرن، به خاطر همان برنامه آموزشی بود، برنامه پرورشی بود که در دوران پهلوی ها انجام شد. و ترکیه در این زمینه فکر میکنم باخت، علی‌رغم اینکه خیلی هم مردمان سیاسی هستن، ولی روسری ها
روی سر زناشون بیش از همیشه و با خواست و میل خودشون خودنمایی میکنه و این چیز جالبی نیست به نظر. خب عقیده شخصشون رو بخوای آدم احترام بگذاره ولی نمیشه بهش گفت مدرن. بله این برنامه بود در این مورد. فعلا بریم سراغ پیمان نوین شاهزاده. من روی این پیمان نوین خیلی تکیه میکنم برای اینکه این یک پلتفرم سیاسی هست، یک برنامه ای رو برای آینده نشون میده و تکلیف ایران فردا رو مثل انقلاب 57 مردم میان که در صحنه در کف خیابون ها در اونجا تعیین بکنن این تکلیف رو. و این گونه نیست که امریکا بیاد لشکر پیاده بکنه و بخواد ما رو از دست آخوندها نجات بده. این گونه نیست که تصور بفرمایید که این برجام بیاد برقرار بشه با جمهوری اسلامی که خواهد شد. آخوندها باج میدن ولی قدرت رو ول نمیکنن. این مطمئن باشید. وضع مردم بهتر خواهد شد، شکم و سیرتر خواهد شد، ارزاق بیشتر خواهد شد، در این شکی نیست. ولی که سال 57 که مردم انقلاب کردن شکمشون گرسنه نبود. این خیلی اشتباهه که فکر بکنیم گرسنگی باعث میشه که مردم انقلاب بکنن، شکمشون سیر باشه انقلاب نمیکنه. نه، ذات انسان متعالیه، ذات انسان زور رو تحمل نمیکنه، ذات انسان میخواد که آزاد باشه. در زمان پهلوی ها، در زمان شاه فقید، این تصور به انسان القا شده بود که به انسان ایرانی که تو در بند هستی، کسی با من کاری نداشت که رفتم انقلاب کردم. خیلی های دیگه، مگه از بین اون 36-37 میلیون چند نفر رو سواک، چند درصدشون رو، چند هزارومشون رو گرفته بوده؟ مگه هیچ کس مشکل سواک نداشت اونزم؟ کسی احساس خفگی نمی کرد؟ کسی نمی اومد آنتن ماهوارت یا آنتن تو بندازه پایین بیاد خونت بگه چی داری میخوری، کی مهمونت هست، این خانم کیه تو ماشینته؟ ببینید همین چیزای ساده. نمیگذاشتن مردم با بیکینی هم تو تهران راه برن، اجازه نمیدادن. در شهرهای شمالی یک سری این کارو کردن ولی به سرعت جلوش گرفته شد. یعنی افکار عمومی رو هم در نظر می گرفتن. تو همین اروپاش هم شما نمیتونید تو همین سوئدش با بیکینی را بیفتید برید فروشگاه، نمیکنید. و این است که یک سیستم متعادلی برقرار بود و ما آزاد بودیم و با این وجود انقلاب کردیم. هیچ تغییری در این وضعیت به وجود نیومده. این که شکم ها سیر بشه داله بر این است که آخون سر جاش میمونه. این یک تصور واهیه. نیاز به یه زمانی داره که اوضاع عادی میشه، دوباره باز همه چیز شروع میشه. مردم نمیخوان در بند باشن، دلیلش اینه، نمیخوان این سیستم، این نظام رو نمیخوان، چه گرسنه باشن چه سیر باشن نمیخوان. دوران خاتمی اون همه شلوغی ها، همین جنبش سبز، نمیدونم علم کردن موسوی و احمدی و نژاد اومد گفت یک مشت خس و خاشاک و اینا، اون زمان تحریم نبود در کار، ارزاق و اینا همه چیز هم فراوان بود، روز به روز قیمت خونه ها میرفت بالا و وضع مردم بهتر میشد، ولی این رژیم بارها تهدید شد. این است که تصور نکنند تن میهنان که با برقراری برجام همه چیز تموم. امریکا اگر حمله کرد به افغانستان برای این بود که طالبان و اسامه بن لادن که اینا حمایتش میکردند هواپیمایی رو کوبیده بود به ساختمان های دوقلو، مرکز تجارت امریکا، بازار سهام و بورس و به پنتاگون و جاهای دیگه. امریکا دید اگه تو دهن این نزنه فردا هر ننه قمری از هر گوشه یک روستایی در یک کشور عرب یا آفریقایی بلند میشه آپا میگه دستش میکوبه تو در دیوار سفارت های امریکا. امریکا ناچار شد بیاد افغانستان رو از دست طالبان بیاری بیرون. اگر نه میلش نه دلش برای افغانی نسوخته بود که طالبان سالها داشتن اونجا اون بله ها رو سرش می آوردن. امریکا به دنبال منافع خودش هست، نمیاد سرباز قربانی بکنه برای ما. عراق رو به همین دلیل زدش که منافعش رو در منطقه صدام حسین به خطر انداخته بود، رفت سراغش. آخوند هنوز به اونجایی نرسیده علی رغم اولدروم بولدرومش
سال هاست که میگه ما تنگه هرمز بیانده فلان، اصلا دست از پا خطا نکرده آخوند، یک موشک از ایران طرف اسرائیل شلیک نشده، کمک میکنه، آزار اذیت میرسونه این برور. خب اسرائیل هم خوب حسابش میرسه، ولی برای این چیزا امنیت امریکا رو به خطر میندازه، منافع امریکا رو به خطر میندازه، برعکس منافع ایران به خطر افتاده، ثروتش تاراج رفته، نفتش ارزون شده، به قیمت مفت میخرن میبرن. چه بهتر از این؟ دیوانه نیست بخواد یه رژیم درست درمون بیاد اونجا که قیمت نفت رو مثل عقاب اوپک پادشاه ایران یک شبه ببره اونجوری بالا، اینا رو تکون بده از جاشون، برگرده بهشون دیگه که شما یک نوشابه بطری آب رو ریختین توش، شکر ریختین توش، رنگ زدین میفروشین 2 دلار، ما بیایم یه بشکه نفت بدیم 45 سنت. چرا الان این کار رو آخوندها دارن داوطلبانه میکنن، میبرن مفت مجانی وسط اقیانوس ها این نفت رو میفروشن و اینا میبرن دوباره. خب خوشبختانه تا بال ما قطع نشدیم، ببینیم چند دقیقه رفتیم، 26 دقیقه رفتیم. من یکی از اهدافم این هست که این برنامه رو 2 قسمت بکنم، یعنی این رو ضبطش بکنم چون میترسم وقت قطع بشه، ولی بریم سراغ مبحث بعدیمون و اون هم ادامه، میخوام در مورد پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنم. این پیمان نوین نباید مسکوت بمونه، امیدوارم شاهزاده دنبالش رو بگیرند، حرکت های بعدی ادامه پیدا بکنه. خوشبختانه از جانب برخی نیروهای اپوزیسیون منفردین نگاه مثبتی بوده به این طرح، به پیمان نوین، و این یک پلتفرم هست، یک نقشه راه هست برای اینکه چگونه نیروها همگرا بشن، با هم همکاری بکنن در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. ولی که برخورد یک سریا با این پیمان نوین آنچنان بوده که در این سالها، و یه موقعی هست شما به قول امریکایی‌ها، به قول انگلیسی زبان ها اصولا نو نیوز گود نیوز، یعنی تا وقتی خبری نشده خب خوبه، یعنی بذاریم همین جوری که 40 سال گذشته بازم ادامه پیدا بکنه. در درون خیلی انسان ها این تغییر یه ترسی به وجود میاره، ولی تا این تغییر به وجود نیومده شما میتونید شب سرتون رو بذارید راحت، فردا صبح بدون نگرانی از خوابتون بیدارشین، همچنان در اون تبعیدی که بودید، همچنان در اون ناراحتیایی که داشتید، چیزی تغییر نکرده. انسان ها از تغییر میترسن. شما بخواید از یه کشوری مهاجرت بکنید به یه کشور دیگه، ترس درونی در وجودتون هست. تغییر نظام ها با توجه به این خاطره بدی هم که ما تغییر نظام داریم، یه همچه حالت هایی رو دارن. کسایی که سر جاشون هستن دوست ندارن مورد انتقاد قرار بگیرن. بسیاری از نیروهای سیاسی ترس دارن از این که پس از سالهایی که بد گفتن از نظام پادشاهی و از سیستم سلطنت و اینها، الان بیان بگن ما بریم با پسر شاه همگام بشیم. ولی که چرا باید اینا با پسر شاه همگام بشن؟ برای اینکه اگر امریکا نمیاد ما رو از آزاد بکنه از دست آخوندها، پس بنابراین مردم هستند. مردم نیاز به یک مرجعی دارند، یک کسی که همه میشناسنشون. نیازی نداره این مرجع قبلا دیل زده باشه، نیازی نداره قبلا کارگر کارخونه باشه. خیلی میگن آقا این آقای رضا پهلوی شما که میخواد بره این کشور رو قدرت رو به دست بگیره، تا حالا هیچ کاری کرده، مدیر اجرایی بوده یا همچین چیزی؟ اولا خودشون گفتن نمیخوام برم قدرت به دست بگیرم، ایشون یک نمادی هستن در وسط، مردم بهشون اعتماد دارن، نیروهایی که به ایشون بپیوندن از اعتماد مردم برخوردار میشن. قضیه به سادگیه، هیچ چیز دیگه ای نیست. نه نلسون ماندلا قدرت اجرایی داشته در کشورش، نه لخ والسا داشته، نه واسلاو هاول داشته، اینا قدرت اجرایی و مدیریت و وزیر وکیل نبودن که. گاندی و همین چنین، لینین، استالین، یه هیچ کدومشون قدرت اجرایی به اون صورت نداشتن، یا کار نکردن تو کارخونه، جایی هم بیل نزده بودن. این حرفا رو خیلی میان میگن، واقعا اثر بی تجربگیشون هست، اثر ساده نگریشون هست که این صحبت ها رو میکنن. ایشون آقا همان نمادی هستند که پرچم در ایران، منتها با توجه به شرایطی که یک نماد در ایران میتونه داشته باشه،
ممکن است روزی از ایشون سوال بشه که آقا در فلان مورد نظر شما چیه؟ نظر ایشون بدونی که من رهبرم یا چیزا، میشه نظری که وقتی میگه همه میپذیرند، اجماع میکنن سرش و فکر میکنن به نفع هممون باشه. اینا نباید بلا فاصله اولین چیزی که میگن میگن آره باز دوباره میخواد ساواک برقرار بشه. آقا این مردمی که میان تو خیابون داد میزنن رضا پهلوی، رضا شاه روحت شاد، ما چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم، اینا نمیدونن ساواک چی بوده، خبر ندارن. مطمئن همه مثل منن، با من که کاری نداشته، که با اونی کار داشته که میرفته دکل زیر دکل برق بمب منفجر میکرده، سپهبد فرسویی رو فرسویی رو ترور میکرده، مستشار امریکایی ترور رو میرفت یقه اونا رو میکرد، خوب کرد، خیلی هم کار خوبی کرد. فردا هم باشه همچنین تروری بخواد انجام بگیره، باید سازمان اطلاعات حتما یقه اینا رو بگیره. ترور اصلا هیچ توجیهی نداره، ترور و تروریسم و اینها. شما میتونید در همین جمهوری اسلامی، ما هرگز موافق نیستیم با اینکه کسی بره جایی بمب بگذاره، شما میتونید کتک بخورید تو خیابون، وایسی نعره بکشی، داد بکشی، حق تو بخوای، ولی بمب نباید بگذاری، کسی رو نباید تو خیابون ترور بکنی. اینها کسی که نگاه حقوق بشری داره به مسائل، باید منتظر بشیم یه روز اینا محاکمه بشن، حتی اگر مرده باشن، مردشون هم باید محاکمه بشه. برای اینکه این خمینی شخص آدم نبوده، یک ایدئولوژی بوده، این تفکر بوده، این تفکر باید به محاکمه کشیده بشه و رد بشه و محکوم بشه. این است که صرف افراد رو کشتن چیزی رو حل نمیکنه. باری ولی که برخورد هایی که اینها میکردن، مخالف ایراد میگرفتن، کسایی که ایراد میگرفتن رو من در این مقاله بهشون پرداختم و بد نیست این رو بخونم. یک ریسکی بکنم من ادامه بدم، میترسم این برنامه هم میتونم الان نگه دارم برنامه رو و اینو ضبط کنم دوباره پخشش بکنم. آیه فیروز شما تشریف دارید اینجا، نظرتون چیه؟ خب من فکر کنم که خب ما بریم فعلا این ریسک رو بکنیم. اگه این جواب بده من دیگه همیشه میتونم 50-55 دقیقه رو برم بدون اینکه قطع بشه. تا اینجا که قطع نشده خوشبختانه 32 دقیقه از اول برنامه گذشته. اما توی براتون شرح میدم، توی این مقاله شرح داده بودم، در ایران گلوبال این مقاله رو من درج کرده بودم و خوبه برای کسانی که نمیدونن برخورد منتقدین بیانیه پیمان نوین شاهزاده روی چه چیزایی، من اونا رو بررسی کردم و اینجا میارم. و اونم از این بدین ترتیب است که من نمیخوام رو تغییر بدم، جاشو باز بشه جلوی من. اینم از محاسن استفاده از دکس و لپتاپ در این پخش اینستاگرام هست، خیلی دادم دست بالش باز. واقعا در حیرتم از این برخوردها. نام مقاله هستش دوگماتیزم مخالفان پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی. واقعا در حیرتم از این برخوردها با پیام نوین شاهزاده رضا پهلوی، با پیام پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی. من تمایل دارم که در تعریف سیاسی این پیام عنوان پلتفرم مبارزاتی پیشنهادی شاهزاده رضا پهلوی رو به کار بگیرم. در برخورد با این پلتفرم، این بیانیه، به جز تعدادی واقع‌گرا، هر کس از راه رسید، منظورم این اپوزیسیون ها، مردم عادی نه، بسیار استقبال شده از این قضیه، ولی اپوزیسیون نبگو و اغلب متشکل از چند نفر که صدای بلندی هم دارن، چون به رسانه ها دسترسی دارن، حتی به بی سی و اینها، و بی بی سی هم مثلا میخواد عدالت رو رعایت بکنه، یکی از اونها میاره و یکی هم از کسانی که هوادار این بیانیه هستن. آقا هواداران این بیانیه میلیون ها هستن در ایران، اینا یک محفل چند نفری هستن، تو نمیتونی اینا رو مقابل هم قرار بدی و به بیننده اینجوری القا بکنی که همانقدر که این بیانیه مخالف داره موافق داره، اما اونقدر هم جواز ها بیشتر مخالف داره، هم چیزی نیست.
همونقدر که شاهزاده رضا پهلوی در ایران محبوبیت داره اینجوری بسنجید، بیانیه هاش هم محبوبیت داره مورد قبوله. اگر از اون طرف از جناب مردم ما عکس العمل دیدیم میتونیم بگیم بس بر سر اینه که میخواید بسنجید ببینید کی میگه نور به قبر کیانوری حزب توده و احسان طبری ببرید، نمیشنوید شما همچین چیزی رو. اصلا اسمی از این نسل جوان نمیشناسه شما. این شاهزاده رو میشناسن، پسر شاه بوده. کدوم شاه؟ همون شاهی که ماها رو پرورش داد. امروز مدرن، انسان های مدرنی هستیم، برخلاف همه ارزش هایی که این جمهوری اسلامی میخواد القا بکنه به جامعه ما. یکی در بی بی سی سخن میگفت، علنا میگفت آقای رضا پهلوی دروغگوست، چون خمینی هم در پاریس بود دروغ میگفت. یه آدم واقعا من موندم این رو چجوری بی بی سی اجازه میده بیاد یه همچین چیزی توهین بکنه. میشه این آدم رو به دادگاه کشید. ما تو عادت ما ایرانی ها اینجوری هست، از قدیم اینجوری بار اومدیم. فحش دادن به خاندان سلطنت یه هنره. آفرین میگرفت از میان روشن فکران ما. این کریمپور شیرازی یک روزنامه نویس بسیار بسیار بددهن، من خوندم روزنامه هاشو، فایل پی دی افش یا عکسش بود چند تا رو نگاه، لجن نامه ای بود و این از طرف روشن فکر را تشویق شد فقط برای اینکه حرفای لجن میزد در مورد خاندان سلطنتی که به هر حال پادشاه و نماد یک کشور بودند. و در چه دورانی؟ در دورانی که از سالی که پادشاه در سن 20 چند سالگی به پادشاهی رسید، جنگ جهانی دوم، تا زمانی که واقعه 28 مرداد رخ داد، ایران ما یک کشور دموکراسی بود. همه میگن رسانه ها آزاد بودن، شما آزاد بودید به عنوان کریم پوری شیرازی، به عنوان دکتر فاطمی، به عنوان محمد مسعود، از سر تا پای خاندان سلطنتی و این بر بگیر اون بر دری، اسمش هم میذاشتی آزادی بیان. توهین میکردن، میگفتن آزادی بیان پادشاه مملکت. اینجا شما توی یه مملکت به یه فرد عادی توهین بکنی میتونه بر از جریمه بگیره، این قانون واقعیش اینه. اونجا خاندان سلطنتی اینقدر بی قدرت بود در ایران، یعنی قدرت اعمال نمیکرد پادشاه، بسیار پادشاه دموکراتیک بود، که اینا اینجوری بهش توهین میکردن نمیتونست به رتا شکایت بکنه. نخست وزیر میگرفت مجبور میکرد شاهزاده ها رو، شاهزاده اشرف، شاهزاده خانم، به خارج کشور تبعیدش میکرد. تام چیزی شما نمیبینید در کشوری دموکراسی دیگر، و اونم در دورانی که نخست وزیر قدرتمند بود. چرا داره بر علیه من توطئه میکنه؟ آقا برو توی دادگاه، اونم حقی داره، اونجا برو اثبات بکن. اول دادگاه اگر محکوم کرد، بازم تبعید به خارج از کشور نداری. در درون خود ایران شما میتونید تحت نظر یا هر چیزی. دیکتاتور بود این آقای مصدق. خیلی است من صحبت دارم روی این قضیه. باری این آقای کریم پور شیرازی وقتی که بعد از 28 مرداد اومدن گرفتنش جا، بردوندنش زندان قصر، داریوش فروهر و پرویز خطیبی، اینا روایت پرویز خطیبیه که این سردش میشه و میاد یه سربازی رو میفرسته که چراغ نفتی سلول پرویز خطیبی و داریوش فروهر رو ببرند که این گرم بشه سلولش، و این از نفت اون استفاده میکنه، میریزه روی سر خودش. به دیگران هم گفته بوده که من یه ماشین جیپ میخواد بیاد جلوی زندان، من از زندان فرار کنم، من ورده بر بغداد. یه آدم این بالا مشاعرش اصلا خراب بود، و این میاد خودشو بسوزونه، بره به سرباز میگه برو آب بیار برام. سربازی که میره این فرار میکنه، میره طرف دیوار که از دیوار بپره اونور، یه جریان آبی بوده که من نمیدونم چگونه بوده، میاد سه بار از اون رد بشه نمیشه، سربازای نگهبان میریزن بالا سرشو بزن، کتکش میزنن، اسمو برش میدارن، شلوکلش میبینن به خاطر سوختگیاش برمیدارن میارنش بیمارستان. تو بیمارستان آقا اونجا آی اشرف اومده روی من نفت ریخته، دور من رقصیده، شاهزاده خانم اشرف پهلوی بلند شده از کاخ سعدآباد اومده اینجا، کریم پور شیرازی رو آورده این وسط، روش نفت ریخته، آتیش زده، دورش رقصیده. آخه توی کدوم مغز مریضی ممکنه همچین چیزی پیش بیاد؟ این آدم که نه شرف داره نه وجدان داره. بذارید یه چیزی رو در مورد اینجور آدم براتون بگم. پدرم در وزارت کشور کار میکرد زمان شاه،
میگفت یه سرهنگ اسمش چی بود، بعدها هم یه خاطراتش رو از زندان قصر نوشت و کسانی که در زندان قصر زندان بودن همین اعضای جبهه ملی بودن، دولت مصدق و اینها، شایگان، سنجابی، اینا. میگفت سرهنگ کوهرنگی. میگفت واسه با یکی از اینا توی حیات زندان داشت صحبت میکرد، یه پاسبود، یه استوار از این تریاکی قدیمی از اون کنار رد میشد، هر دفعه میمد از جلوی این رد میشد، معذرت میخوام، یه بادی از خودش رها میکرد. توجهش بفرمایید، ارتش اون زمان، شهربانی، یه استوار پیر تریاکی، اینا میاد اینجوری رد شد. اولی سرم کورنگی ندید میشون، میدونست این چه آدم فلان فلان شده ایه. میگفت رفت هی اومد این کاره کرد. گفت دفعه سوم که این کاره کرد سرش صداش کرد، گفت فلان کس بیا اینجا ببینم. گفت دوید اومد جلو زد چم، بله قربان ام بفرمایید. گفت آخه من به تو با این سن و سال چی بگم؟ گفت سرنگ همینجوری میلرزید به این اینجوری بگم. با این سن و سال چی به تو بگم؟ گفت همینجوری که اینجوری چی میخواییم بگیم قربان؟ مادر فلان نیستم که هستم، خواهر فلان نیستم که هستم، ال نیستم. سرنگ اصلا روشو کرد اون بر با این سنجابی اینا که داشت صحبت میگه، رفتن اون ولش کردن اینا. آدم های اینجور مریض ما داریم توی جامعه همون. هر کسی که از شاه انتقاد میکنه که الزاماً از عقل سالمی برخوردار است. تو همین سلطنت طلبای خودمون داریم کسایی که ببینید چقدر مستهجن صحبت میکنن بر علیه این رژیم، اصلا کاری درستی نمیکنن. با مخالفان محمد رضا شاه در اون دوران خیلی زشت برخورد میکنن که این آقایون چپ خیال میکنن اینجا اردوگاهه، میگن شاهزاده رضا پهلوی چرا جلوی اینا رو نمیگیره؟ آقا تو دیسیپلین حزبی داری؟ شورای مرکزیت بهت بگه این نفر رو بزن میزنی؟ اگه بگن نزن نمیزنی چون کمونیستی. یه دیسیپلین حزبی داری که بهش رفتار میکنه، بهش اعتقاد داری، مثل دین میمونه برات. ما سلطنت طلبا، ما مشروطه‌خواها آزادی، نه شاهزاده رضا پهلوی میتونه جلوی ما رو بگیره نه هیچ کس دیگری. آزادی بیان داریم، هر جوری دلمون بخواد میتونیم مقاله بنویسیم، حرف بزنیم، علی رغم اینکه من اینو یه همچین چیزی نوشتم یاد رحلت جانگوداز امام افتادم. باری ما آزاد هستیم، بنابراین شاهزاده ازش انتظار نداشته باشید، همچین قدرتی هم ندارند و بارها هم گفتند که آقا این کار مورد نفرت من هست، ولی چه بکنه؟ هیچ ابزاری در دستش نیست که جلوی اون آقای فحاش سلطنت طلب بی پرنسیپ رو بگیره. شما به ماها نگاه بکنید، حزب مشروطه ایران هست که نماد مشروطه پادشاهی و ایده مشروطه پادشاهی و ایده مشروطه خواهی و لیبرال دموکراسی هست. شما از ما اگر این حرف رو بشنوید، این توهینا رو بشنوید، بسیار خوب میشه پذیرفت. ما در حزب میتونیم به این قضیه برسیم و کسی که توهین میکنه را در صفوف خودمون توبیخ میکنیم، ادامه بده طردش میکنیم، نمیتونیم با هر کسی ما کار بکنیم. ولی شما با وجودی که میدونید قضیه چیه، میایید عدل انگشت میذارید تو همون آدمایی که هیچ پرنسیپی ندارن، فقط چون میگه جاوید شاه میگه بفرمایید. آقا اصلا یارو ارتش سایبری جمهوری اسلامی میاد فوش مینویسه اونجا برای تو. ارتش سایبریه، مگه شما نمیدونید؟ چرا خودتون رو به ندونستن میزنید؟ باری این آقای کریم پور شیرازی میاد یه همچنین چیزی رو میگه و بارها شما برید توی گوگل سرچ بکنید کریم پور شیرازی چجوری کشته شد. از تاریخ نگار تا روزنامه نویس هنوزم که اندازه تو همین جمهوری اسلامی دارن میگن شاه پهلوی اومد. آقا این کریم پور شیرازی قد و بالاش نصف اون دکتر فاطمی هم نبود. دکتر فاطمی که پس از اینکه شاه به روم رفت، پس از کودتای 25 مرداد مصدق که باز سر اینم توضیح میدم، سال هاست من در این مورد نوشتم، میره به روم. وقتی برمیگرده، وقتی میره، این آقای دکتر فاطمی تو روزنامهش نوشته برو ای خائن به شاه. حالا پادشاه مملکته، هنوز برش نداشته، مجلس مؤسسانی تشکیل نداشته، نشده، مجلس شورای ملی سر جاش.
البته مصدق منحل کرده، هیچ تصمیم قانونی نشد. تو به چه حقی میای به پادشاهی مملکت توهین؟ برو ای خائن که تو فرار کردی، ال کردی، بلکه اینقدر توهین آمیز نوشت. این آدم رو آوردن توی دادگاه محاکمش کردن، گذاشتنش کنار دیوار. نیازی هست مگه اون کریم پور شیرازی دوزاری رو شاهزاده اشرف با اون مقامش، با اون کسی بوده که رفت با استالین ملاقات کرد، آذربایجان رو نجات داد، در شأنش هست بیاد این آدم دوزاری رو اصلا بهش نگاه بکنه و اهمیت بده؟ اما تو آدم بی شخصیت روشن فکر هی این دروغ رو بلغور میکنی که از دهنه یه لومپن در اومده بیرون. خجالت باید بکشی. شأن انسانی خودت رو کجاست؟ یا عقلت؟ یه خودت اونجا مرور بکن به آیا عقل داری همچین چیزی رو باور بکنی؟ تو کاری داشتی اینا براشون بخواد کسی رو بکشن؟ من روی تپای اوین نکشتم. حالا من نمیخوام بگم کار سرت پادشاه رویش هم خبر نداشت از این قضیه، ولی کن این عمل قبیح و زشت در تپای اوین صورت گرفت. بله، توسط ساواک صورت گرفت و زندانیان سیاسی رو به رگبار بستن. ما بارها گفتیم کار زشتی بوده، نباید انجام میشده. ولی میخوام بگم که اگر چنین قصدی بود، امکانش هم بود، نه نمی کردن هم چیکاری رو نمی کرد. پادشاهی بود که فحش میخورد توی مملکت، خانوادش فحش میخوردن، تحمل میکرد، سنگر رو خالی نمیکرد. تا اینکه مصدق اومد میخواست بذارش جلوی دیوار. مصدق این تیکه رو خوب حالیش بود که اگر تودهیان که در ارتش نفوذ کرده بودن موفق بشن، خودش رو به عنوان یک فئودالی که صاحب چند ملک و آبادی هست و برده داره به اسم دهقان، میذاشتن جلوی دیوار. در همه جا نیروهای کمونیستی توی ارتش رسوخ کردن برای همین کار. اگه نه برای چی تو بری توی ارتش رسوخ بکنی؟ باری باز وقتمون زیاد گذشت. عقب این قضیه ما بریم تا برسیم به 47 دقیقه. خیلی خب، بریم توی مقاله دوباره. بی بی سی، این آقایی که شرکت کرده بود در بحث بی بی سی علنا، حالا چرا من روی این مجبورم برم این حاشیه ها رو؟ چرا روی پیمان نوین دارم تکیه میکنم روی این قضیه؟ برای اینکه اگه بخواد در ایران تغییری انجام بده، مردم کف خیابان باید این کار رو انجام بدن و این مردم چشمشون به شاهزاده رضا پهلویه. بنابراین اگر تغییری بخواد انجام بشه، آنچنان انجام می شود که ارزش هایی که رضا پهلوی نمادش هست، اما از تمامیت ارضی ایران، دموکراسی، لیبر و برقراری حکومت مردم، اینو باید انجام بشه. اینا میان اینجا می نویسن در پاسخ به این بیانیه پیمان نوین که شما هر وقت خودمختاری ما رو، حق تعیین سرنوشت ما رو به رسمیت شمردی، اون وقت ما میایم باهات صحبت میکنیم. کسی نیاز نداره به تو، ولی تو میخوای بیای ایران آزاد بکنی. مردم در تهران، در شهرها میان آزاد میکنن، نیاز به تو نیست. قبول بکنی یا نکنی، که اینجوری برمیداره یکی از این احزاب، احزاب جدایی طلب که میگه من دنبال خود مختاری هستم، تهدید میکنه شاهزاده رو در پاسخ به این بیانیه. میگه جواب تو رو در تهران میدیم، میخوام ببینیم اونجا یا این حق رو به ما میدی یا نه. حق تو رو همون گونه ارتش پرقدرت ایران خواهد داد که جواب مجاهدین مزدور صدام رو داد. اونجوری جوابتون میگیرید. کسی به شما نیازی نداره برای سرنگون کردن این رژیم که میروید در کردستان عراق نیروی نظامی. برای چی میرید شما اونجا نیروی نظامی؟ برای دقیقا همین که به شاهزاده رضا پهلوی بنویسید که ما اون روز میاییم تهران و این رژیم رو سرنگون میکنیم، اونجا حقمونو میخواییم. اصلا همچنین حق شما نخواهید گرفت، مطمئن باشید. اون مردمی که تو خیابون میخوان بیان این رژیم رو بر بندازن، خیلی راحته. شما باید به واقعیت ها براکمانتیست باشید، به واقعیت ها نگاه بکنید. اون اگر بدونه که در اثر سقوط این رژیم ایران میخواد تکه تکه بشه، نمیاد بیرون. این رژیم سرنگون نمیکنه تو همونجا به اون تو عراق بپوس، مثل ما که داریم تو اروپا میپوسیم. در این میخوایم بریم توی ایران، صحبتی از این قضیه نکنید هیچ رقم. ایران رو همان گونه که زمان شاه تحویل این جمهوری اسلامی دادن مردم، همینجوری هم باید بگیریم، بدون اینکه به قوانین مملکتی و تمامیت ارضی ایران و آنچه که قبلا بوده
بخواد آسیبی وارد بشه، تغییری به وجود بیاد. این است که اینو خوب توجه داشته باشن، یه توقعی رو داشته باشن که شدنی باشه، اسی رو بخوان که بشه. باری این آقا توی بی بی سی میگه شاهزاده دروغ میگه چون خمینی دروغ گفت. خمینی دروغ گفت برای اینکه میتونست، مردم آماده بودن سواری بدن. ولی آیا مردم ایران دو زمانش، مردم زمان شاه هستن، زمان انقلاب 57 که بودن رو پشت بوم بخوان عکس خمینی رو تو ماه ببینن؟ نه، خیلی زرنگتر از این حرف هستن. رضا پهلوی بخواد دروغ هم بگی نمیتونه بگه. چجوری میخواد اون دروغ رو اعمال بکنه؟ اصلا روشی که داره پیشنهاد میکنه نه اینمده بگه من جمهوری پادشاهی استبدادی میخوام، که مثل خمینی که اومد گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه نه بیشتر نه کمتر. اون برنامه‌شو داشت، همچین برنامه اینو شاهزاده نداره، نمیشه در ایران پیاده کرد. تمام شد رفت. هیچ کس نمیتونه پیاده کنه اون برنامه دیکتاتوری در ایران رو، که مردمی که پس جمهوری اسلامی بر بیان با این دیکتاتوری، زیر هیچ بدترین دیکتاتوری هست بعد از کره شمالی، انصاف داشته باشیم تو همه دنیا از همه بدتر کره شمالی، بعدیش اینا خوندن. این است که کسی که از مردم که پس اینا بر بیان، کسی نمیتونه بهشون دیکتاتوری اعمال بکنه. هر کسی میخواد بشه در مقام پادشاه، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، هیچ کن. من به این اعتماد و اطمینان دارم، عقیده دارم. باری یک سری انقلابیون زمان شاه هنوز در سوئد زندگی میکردن. وقتی من اومدم سوئد 34-35 سالش، میگفتن آزادی یعنی اینکه در سوئد داری. خب تعجب کردن، کمونیست بودن آقایی. شما برو جلوی قصر پادشاه هوشه خواهر و مادر میده، همینجوری میگفتن. اگه کسی به حرفی زد ما هم با تعجب میگفتیم آفری ماشاءالله، چه آزادی بیانی، آزادی بیان فحش بده، آزادی بیان میشه فحش رکیک داشت. اونجا معنی آزادی بیان چپ ایرانی رو فهمیدن. همه همین جور فکر میکردن. برای همین هنگام مناظرات سیاسی کسی از دوستان همان آدم ایراد نگرفت که آقا انتقاد بکن اما توهین نکن، زشته. تا همون بی بی سی. حالا بگذاریم که ایشون اصلا خبر نداشت، این دوست کمونیست ما در سوئد که به من این حرف زد که این آزادی بیان وجود داره، که در سوئد شما به یک آدم عادی هم توهین بکنی حق داره تو رو به دادگاه بکشه و خسارت بگیره. کجا توهین آزاد هست؟ سخن انتقاد باید با مسئولیت همراه باشه. اگر گفتی خامنه ای از جنایت حمایت میکنه، باید بتونی اثبات بکنی. هرچه ما میدونیم هم، ولی خب یه روزی گفتم دادگاه برای همین، چه مرده باشه چه زنده باشه. خلاصه هر کس رسید از راه سر این بیانیه شاهزاده، بارانی از انتقاد بارید که یک اسمی در کنه جزو گناهکاران سیاه روزگار که نظر مثبت نسبت به این پلتفرم دارند نباشه. یکی از راههایی که شما معروف بشید میدونی چیه؟ جورج بوش داره سخنرانی میکنه. شما یه روزنامه نگار گمنام هستید در عراق، یه لنگه کش برات پرت کن طرفش، بلافاصله اسمت پخش میشه. یه همچین مسئله روانی توی سیاستمداران هم هست. یارو اصلا گمنامه نمیشناسه، مثل همین کریم پور شیرازی خودمون که از صحبتشو کردن، بعد ویراه بگه به خاندان سلطنت که همه بگن آفرین ماشاءالله. همین خلخالی وقتی جنایتاشو شروع کرد، سران نظام پادشاهی رو کشت، هیچ کدوم از چپ ها اعتراض نکردن. مجاهدین آفرین باری که الله ماشاءالله، خب اینا خوشش اومد. ببینید با کار زشت هم میشه محبوب یک سری آدم زشت پسند شد. اینا هم همینن، خیلی هاشو میان مخالفت میکنن فقط برای اینکه اسمی در بکنن. دیگران بهشون ماشاءالله چه انقلابی چه ضد شاه، آفرین بیاین پشتوانه بگیر، داری بدبختی خودت رو تبلیغ میکنی. این است که یکی دیگه میاد میگه که نمیدونم ما شاهزاده باید قبول بکنه که ما بیایم خود مختار بشیم. باید بهش گفتی شما اول بیا ببین موقعیت این انسانی که داره این صحبت رو میکنه، شاهزاده رضا پهلوی، در نظر بگیر توی چه موقعیت سیاسی هست، داری در مورد کی نظر میدی، امکانات و محدودیت ها مواضع سیاسی رو که او نمایندش میکنه رو در نظر بگیر، بعد توقعی در خورد داشته باش که شاهزاده ازش بر بیاد و بتونه انجام بده. در رویه سیاسی که به اون عقیده داره نمیتونه مثلا به تمامیت ارزه ایران، شما نمیتونه بهش بگی اینو قطعش دار بکن. اگه رضا پهلوی کمونیست هست که از او انتظار داری بگی من مخالف نظام سرمایه‌داری هستم،
و کارهای کشور باید در رأس شورای کارگری باشه. خیلی ها بهش گفته این اول بیا اعلام کن. آقا اینشون کمونیست نیست. ایشون شخصا خودشون اون چیزی که من ازش برمیاد ازشون دیدم برمیاد تنها چیزی که ندیدم اینه که خواستار نظام کمونیستی باشه. ایشون خواهان یک نظام دموکراسی در ایران هستن و نوع و محتواش رو مردم تعیین بکنن. نظری نداده در این مورد کمونیست باشه، کمونیستی باشه، نظام سوسیالیستی باشه، نباشه، نوع دیگری باشه. شما نباید ازش همچین چیزی رو بخواید. ما به عنوان یک نیروی لیبرال دموکرات و خواهان دموکراسی در کشور هرگز ازشون نخواستیم بیایید ما رو تایید بکنید، نظر ما رو تایید بکنید، بیانیه‌های ما رو تایید، هرگز هم چیزی نبوده. ایشون نفوذ کلامی در این حزب ما ندارن. ایشون پادشاهی کشور هستن. فردا روز در ایران اگر پادشاهی کشور بشوند، دولتی که تشکیل میشه این دولت یه وزیر دربار داره و به وسیله وزیر دربار وظایف پادشاه رو برای اون روز، برای اون هفته، در اون ماه به پادشاه، نمیخوایم بگیم ابلاغ میکنه به خاطر احترامی که براش قائلیم، تقدیمشون کنه. اعلی حضرت تشریف بیارید، فردا روز سفیر فلان کشور اومده استوارنامه‌شو تقدیم شما بکنه، شما به عنوان رئیس کشور رو تحویل بگید. همین. اینکه فلان جا شلوغ شده نیرو بفرستیم مثلا جلوگیری بکنیم از اغتشاش رو، پادشاه حق نداره دستور بده، کار دولت. اینکه فلان جا میخواد مدرسه بسازه، پادشاه اصلا وظیفه‌اش نیست. این سری وظایفی رو به عهده‌اش میگذاره دولت و قانون اساسی، و این میره دنبال انجام دادن اونها. من بقیه این مطلب و مقاله رو بهتر بگذارم برای برنامه آینده. فقط تمام میکنم، یک جنبندی میکنم و اونم این است که اگر میخواهیم با رضا پهلوی همگاه و همراه بشیم و اگر اعتقاد داریم که یک انقلاب میخواد در ایران این رژیم رو سرنگون بکنه، باید توقعاتی داشته باشیم که مردم که میخوان کف خیابون جون بدن جلوی گلوله بعدشون نیاد. چون بعدشون بیاد میرن خونهشون و تو میمونه این تو این تبعیدت. اون یکی تو عراق و ماها تو اروپا و اون یکی هم تو امریکا. بنابراین واقعی بین باشیم. به یک به حد اکس خواستای حد اکثر نچسبیم. یک حد اقلی کافیه. خیلی ممنون از اینکه توجه کردید به این برنامه. تا اینجا خوب پیش رفته، 57 دقیقه رفته، تا 60 دقیقه میشد بریم. ما همینجا تمامش میکنیم چون میترسیم که وقت غیب بشه به طور کلی. تشکر از همراهی همه شما. تا هفته آینده ساعت 18 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. شب روزتون خوش.